بزنیم 3 ثانیه ببینیمش. 3 ثانیه. شهبانی رفته جزام خونه مشهد، ما بریم پشت نرده ها وایسیم دو چرخه از پشت نرده ها ببینیمش. خدا بزرگه، امیدوار باشید. حجبر یزدانی رو میشناسید؟ مرد بزرگ. من یه پسرده دارم که آلمان ساکنه و یه روزی به من گفت آقا شماره بگی زنگ بزن. گفتم که کجایی؟ گفت مکزیک. گفتم کی هست؟ گفت بله بزن. گفتم نه تانگی که نمیزنم. گفت حجبر یزدانی با ما توی هواپیما بود، میرفتیم بارو بر، بعد نشسته بودیم بغلم، گفت تو ایرانی ما ایرانی. گفتم آره. گفت ما پسرده سیاوش عوستان. گفت آره خیلی ها به من میرسن. گفت نه با خودم پسرده ایشون نشونی. گفت چون آقا یزدانی میشتستی نش که معرفی. گفت آره آره اینچه هستم نشونی. خیلی وقتی میگه رسیدیم اومدیم پایین، دو بسته چایی داشت به من داد. گفت چایی ها بده به سیاوش عوستا، به من زنگ بزنه تشکر کنه. من میفهمم که من یک ماه گذشت زنگ نزدم، چایرم نگرفتم، دادم به خودش. گفتم چایرم ببر. بعد آخه با زنگ زد به من، گفت دفعه سوم چون گفت با جنوهای زن بزنی آبرو ما رفت. من یه روزی زنگ زدی دیده باید آقا هم کجا پیاز دادی روانش راد مردی که ایران رسا. خدا آقا خیلی مخلصیم. گفت بابا سیاوش ما منتظر نشستیم اینجا تلویزیون پارس تو رو ببینیم فلان اینا. من خیلی شرمنده شدم، گریم گرفت. گفت چی شد؟ گفتم آقای حجبر یزدانی، من یادم میاد تو تپل محله مشهد که خونه ما بود، شما یه بانک صادرات هم اونجا زده بودی، بعد بغل خونه ما بود و ما هر روز صبح میرفتیم بانک نگاه میکردیم تابلوشو، گفتیم یک چقدر بالای تابلوش. بعد یک روز بیز یارو گفت که اسمانگش، گفت بالا زدن که کسی نزنه بشکنه چون سعی میزدن تابلو رو میشکستن. گفتم خوش شد. گفتی حالا ما اگه بزنیم بشکنیم جایزه داریم. خندید با من، خندید. یعنی بعد حجبر یزدانی اینطور و و و و و و و مردم ایران، مهربان یاران، امید داشته باشید، به هر چی بخواید میرسید، باید جاتون باشید، میتونید نظم جهان رو عوض کنید. این گلوبالیست ها این کاری که الان کردن از سال 2020 میخواستن 1980 بکنن با انقلاب ایران، کی به تاخیرش انداخت؟ مردم رشید و دلیر ایران، بچه های کردن جبهه جنگیدن با صدام حسین، با تازیان جهان جنگیدن، جهان علیه ما بودی، بچه ها رفتن باش جنگیدن. اما هم بچه های کردن جنگیدن الان دارن بدبختی ستم بهشون مضاعف شده. اگر معلولن، اگر چه هستن، اگر شیمیایی هستن، چه هستن، بهشون نمیرسن و بهشون توهین میکنن. چه میکنن؟ از یاد بردیم یک گده. بله همه چیز ممکنه، تغییر امکان داره، باید از جامون پاشیم. بیتکوین میتکوین نخرین، خر نشین که فکر کنین یه شبه میتونین پول دار بشین. باید پول دار آوردن زحمت میخواد، شهرت پیدا کردن زحمت میخواد، نویسنده شدن زحمت میخواد. من از کودکی کار کردم، از 6-7 سالگی ما کار میکردیم تو نوغون تا پول محله میرفتیم تابستون، 3 ماه تابستون من باقا قبول میشدیم، باید میرفتیم کار میکردیم. دوست هم داشتیم، هیچ عیبی نداره، به پولش هم احتیاج نداشتیم، ولی بابان اینجوری باره ساخت. بچه های درست که یهودی، زرتشتی، بهایی، ارمنی اینا ساخته میشن، اینا از بچه که بچه کار میکنه، با کار آشناست، درد و رنج و غم و اینا رو میفهمه. اینه که اینا تو دنیا رشد میکنن، شما حسودیتون میشه. بعد همه این سادات تازیه حاکم میخوان تقصیرها رو از سر خودشون بردار، میگن کار یهودی هست، یهودی ها خاک بر سر اینا دارن، میگن خرتون میکنن. غربی ها رو همینجور خر میکنن، غربی ها رو برای که چپا برکن، چون اینا ریشه شون همیشه تشکیلاتشون یکیه، میگن یهودی ها یهودی ها. ضد یهودیت که راه میندازن شانای خودشون خالی میکنن، شاناشون خالیه دیگه، میگه من اسم یهودی ها. اینا دروغه، دروغه. اینها انسانهایی هستند که از کودکی بچه ها میبرن تو کار زندگی. یارو به خدا قسم توی فرانسه، اونایی که میدونن تاتی کیه، تاتی بزرگترین فروشگاه ارزون فروش فرانسه است، تاتی فابیان واکی. این بچه با ما تو رادیو اومد کار میکرد، رادیو فرانسوی ما، سال 80. یه روز دیدیم نیومده، دو روز دیدیم نیومده، بعضی وقتا تکنیک من انجام میداد، دیدم پسر نیومده. گفتم فابیان کو؟ خندیدن. هفته دیگه فابیان کو؟ گفتم بابا رئیس تاتی را. گفت چی رئیس تاتی شده؟ گفت تاتی مال باباش و عموش بود دیگه، مردن رفته اونجا، بازش شده آقا. یارو میلیونر بود،
میومد تفلی کار میکرد، کاری پس پایین، نمیگفتم من کی هستم. ولی آقازاده رو باید همه رو بندیزی تو لجن مردم، همین آقازاده ماشین پاشین زنیدشون. به خدا فابیان واکی نهانم هست، درود دارم بهش رفیق بونجور کامانواتی. آقا یک بار نگفت من ای تاچی مال منه، من پول دارم، بابا مونه، نهانم اینه، امم مونه، امم اینه. تا مرد اموش ای تنها وارث بود، رفت اونجا ما فهمیدیم. بقیه همه همه جورن کار میکنن، کار کردن عیب نداره که. وقت تو فکر میکنی یک شبه بیت کوین میخوای پولدار میشی؟ فکر میکنی تو یک شبه میخوای نویسنده مشهور بشی؟ ما آقا من میخوام بشم آقا هنرمند مشهور میخوای بشی؟ یه شبه میخوای هنرمند بشی؟ باید برین خاک بخورید مملکت همینجور تو بشینه دعا کنیم، باید پاشید بزنید سیده تازی که میشینه به زن تو توهین میکنه، به ولاد اون بعدم با اون شکمش میشینه رو صندلی بزنید. مجید اوانی، مجید اوانی قهرمان سال 2017 قهرمان المپیک میشه، مدال طلا میگیره. مدال طلاش دیروز رفته خونه آقای گلپا تقدیم به گلپا کرد. چه میگذرد عشق مردم به استاد گلپا فوزونی دارد، کاهشی ندارد. هرگاه با استاد گفتگو میکنم من حاوی یک پیام نو و جدید هست. استاد اکبر گلپایگانی از مهر مردم سرزمین آریایی به این حنجره طلایی. همین پریروز آقای مجید امانی قهرمان پرورش اندام، مدال طلایی سال 2017 خودش رو رفته خونه استاد گلپایگانی و با حضور ورزشکاران نازنین مثل وحید اکبرزاده و هنرمندان نازنینی چون جلیل اندلیبی رو پیشکش کرده به استاد اکبر گلپایگانی مدال طلای خودش رو این قهرمان. مجید جان سپاسگزار تیم قرود با استاد گلپا. برای دشمن یه خشم بیمونه، یه خوابیده که بر ما یاد شده یه قهرمان جهانی بیاد و همه ما افتخار کنیم که این مدال رو تقدیم کسی بکنیم که تو خونت بیبدیل بوده و در کنار ورزش از جوانی اگه هرچه دیده باشید هم در بدنسازی هم در فوتبال و در آخرش یه گل قشنگ و خوب جهانی بشه که همه ما امروز گرد وجودش جمع شیم و مدال رو تقدیمش کنیم و این مدال انشالله باشه در این روز قشنگ خود آقای گلپا فرمودن با تشریف که شما میکنید انشالله حتم قاعده ورزشی که بدونیم هممون منتظر به هنر میشه و هنر ورزش یه ورزشه. فقط خواستم عرض ارادتی کرده باشم، خب سالها ما با صدای شما حالمون خوب شده. مجانی شما خودت هم خبر نداشتی و میلیون ها نفر که صبح تا شب ممکنه با صدای شما صفا کنن، همه ما به نوعی بله به ذکاری میشون چون الان حال خوب چیزیه که پیدا نمیشه، قیمت نداره قیمت. در صورت من هم خودم کمترینم، همین کار کمترین کار ممکن بود. فقط خواستم که همیشه آرزو داشتم که بتونم این تو رویاهای خودم بودم این کاری شد از عمر ماها کم میشد به عمر اسطوره‌ای این چنی اضافه میشه سمه نشدنی. اما خب این با ارزش ترین مدالی که من تو این 20 سال سابقه ورزشی بی ادبی در حضور آقای طالقانی کسب کردم خواستم از ارادتی شده باشه این برنامه رو بایستی پخش کنید.
به جایی که چرت و پرتای وزارت اطلاعات براتون میفرستن، چون میدونم همتون سر کار اینا الان صبح از خواب میشه میینه چی در اومده سلام سلام عزیزم صبحت بخیر مامان نام برام میفرسته آخرین خبر گزارش رسیده از ما آقا بخونید اینا رو ول کنید ول کنید 50 نفر پیام آوران خرد رو در تقویم 7000 ساله معرفی کردیم، این 50 نفر رو کاراشون رو بگیرید پخش کنید، همین ویدیو رو کپی کنید، کار ما هم هر چی میخواید میذارید تو اینترنت اوستا 7000، وقتی میذارید اوستا 7000 توییتر اینستاگرام فیسبوک اینا بیاد را یوتیوب اینا پخش کنید، مردم روشن کنید، تک تکتون میتونید کاری بکنید که مادر بزرگا پدر بزرگا مادرها پدرها بچه‌ها نوه‌ها گریستن. یکی از بچه‌ها میگفت که من روزانوی بابا مینشستم و این آریایی 7000 سال تمدن میترا اینا رو یاد گرفته بودم، حالا میرم تو مدرسه میبینم هر چی میشه اونایی که تو میگی درسته، همینا مال ما بوده، همه اینا مال ما بوده. باربارا پراوی هم که تو فرانسه بود اول میشد بهش ظلم کردن، دوم شد این دختر بین رهنایی، یکی از این رفقای کارگردان ما چند وقت پیش برای من فیلمش فرستاده بود تو ایران، گفتم با مشاوری تو ایران نمیشستن، حالا خوشحال شدیم که برنده شد. ببینید این بچه هایی که در جهان برای تو افتخار میآفرینن ایرانی هستن، اینا سادات نیستن، سید بیبی اینا همه ننگ برات میآفرینن، تازیان سادات زرتشتی یهودی ارمنی بهایی اینها تو خارج هم که هستن برای ایرانی افتخار میافرنن. بیمیرید از حسادت ابلهان. بابوسه و مهر، بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. اورموزچید ها پنج شنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv